نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بیننده های عزیز امید که جور و صحتمند و سر حال باشین و مای مبارک رمضان را به خوبی و خوشی سپری کرده باشین تا این باز هم خوش آمدین به برنامه زن و سلامتی امروز باز هم مهدی نصرت در خدمت شما قرار دارم و امروز مهمان برنامه ما دکتر صاحب جمال زکی هستند ایشان متخصص داخل عمومی می باشن. و امروز قرار است در برنامه روی نحو استفاده دواها در ماه مبارک رمضان صحبت های داشته باشیم سلام دکتر صاحب بسیار زیاد خوش آمدید بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه بیننده عزیز تلویزیون تیبی چراغ و برنامه زیبایتان امیدوار هستم که رمضان خوش بگذارم بله دکتر صاحب میشه صحبت های ما از اینجا آغاز بکنیم که نه استفاده داروها در ماه رمضان چگونه می باشه و آیا در جریان رمضان استفاده دواها دوچار تغییر می شود یا خیر بسیار خوب رمضان یک ماه است که ما اکثر امی لایف استایل چینج در زندگی ما باوجود می هی. یعنی امو شیوی زندگی ما یک اندازه تعدیل میشه بله. و غذایی ما کم میشه از سه مرتبه دو مرتبه تنقیص پیدا میکنه و با نظر به امی در شرایطی که یک مریض در قبل از رمضان دوا استفاده میکرد وقتی که با رمضان مواجه میشه ممکن است استفاده از دوا هم دوچار تعدیل شده بلی. و این که سوال شماره رو تو جواب بدم که بله ما بر مریض های به شما مراجعه میکنه و ما بعض دواها رو تجویز میکنیم همین در نحوی تجویز دوا رو در رمضان با ماه های غیر رمضان یک سلسله تغییرات میدیم که ممکن است بعدا روش اشارات داشته باشه بله دکتر صاحب شما کدام توصیه را دکتر صاحب در زمان استفاده داروها می داشته باشند ما در مریضایی که در در ماه رمضان از دوا استفاده میکنن یا از داروهای متفاوت استفاده میکنن توصیه های بسیار زیاد داریم ولی عمدهترینش که وقت ما بسیار زیاد مهم میدانیم که برای مریضی های یادوار شاییم چند دانش نام میبرم مریض که از مریضی بسیار جدی و حاد رنج میبرن و ما اهمیت میتیم حیاتشان میتونیم رمضان را نظر به مروایت فقهی ما فقهی روزه را پیششان افتار بکنیم توصیه بکنیم و بعد از اینکه صحتیاب شدن باز قضا بیارن ممکن است در این هم یا قضا بخورن هم دواهای مورد ضرورت بله. خود استفاده بکنن یک بخش تعدیلاتی که ما در جریان رمضان میاریم نمیتونیم میره سر تمام مریضایی را وارد بسازیم ممکن از بعضی مریضا دواهای خود استفاده بکنن همطور خوراک بکنن بعد از اینکه صحت یاب شدن قضا بیارن مورد دومی است که یک تعداد دواها یک مریضی هستند که چندین مرتبه نیاز دارن که در جریان روز یا در شبانه روز دوا استفاده کنید چهار مرتبه پنج مرتبه یا کمتر از او یا بیشتر از او ما کوشش میکنیم دوا ازیاره قسم تعدیل بکنیم که یا ممکن این دوا ها را یک یا دو مرتبه استفاده بکنن امی دوایی که ما تعدیل کردیم یا جوگوزین کردیم این نمی تاثیرات داشته باشه ولی کمتر استفاده شد بله. مورد سیوم در شرایطی که مریضی ازیا در منگام رمضان به طرف بهبودی میره به طرف نقاهت و ریکوری میره کش میکنیم دواهای غیر ضروری از یار پیشان حذف بکنیم بله. ما لازم نیست بگیم که دوا را چشت بخوی دوا را قبل از عصر بخو یا بعد از چشت بخو ممکن است این دوایی که غیر ضروری باشه در جریان رمضان حذف بکنیم مورد دیگه یک تعداد دواهایی است که شکل خوراکی میتونیم بدیل از به شکل زرقی تبدیل بکنیم تا بله. با, ای با ای کار ما هم به روزی مریض کدام آسیب نمیزنیم روزی خود افتار نمیگونه هم دوا را به شکل زرقی میگیره و این هم دوا این تاثیرات داشته باشه و بعضی های دیگه است که وقت برنامه شاید کافی نباشه انشالله در جیران بحث اگر بود اشاره میکنم بله دکتر صاحب نزد بعض هموطنان مای سوال است که آیا ها را قبل از غذا استفاده کنند بعد از غذا در جریان رمضان اگر معلومات بدهید؟ سوال بسیار خوب چون اکثر هم وقت مریضا را ما دوا تجویز میکنیم اولین سوالشان این است که ما دوا را قبل از غذا استفاده کنیم در جریان غذا استفاده کنیم یا بعد از غذا استفاده کنیم معمولا دواهایی که با گرفتن مواد غذایی تاثیراتشان و یا جذبشان کم میشه ما کوشش میکنیم دواها را قبل از غذا تجویز بکنیم بله. و هدف ما به تجویز دوا قبل از غذا این نیست که یعنی ما به مجرد که دوا را بگیم غذا آماده شد و ما بریم به سر دسترخان ما هم مجرد که اول دوا را بخوریم متاقب از او غذا شروع کنیم وقتی بله. هدف ما از گرفتن غذا قب دوار قبل از غذا ای است که یک دقل یک ساعت یا دو ساعت قبل از گرفتن غذای دوا را بخوره تا تاثیرات دوا شروع شد و بعد از ای که آدم غذا را میگیره یعنی غذا بالای جذب دوا و بالای تاثیرات دوا کدام تحول را به وجود نیاره بله بعضی ها است که ممکن است ما با غذاها توصیه بکنیم یک جای یا توان با مواد غذایی توصیه کنیم و هدف ما می است که خصوصا دواهایی که در این کاتگوری می که جذبشان با گرفتن مواد غذایی یا با توان با مواد غذایی زیاد میشه مثلا ما مستلزمات آهن کوشش میکنیم که به ویتامین سی یا دواها یا غذاهایی که حاوی ویتامین سی است مثل جوس لیمو و بعض غذاهایی که حاوی ویتامین سی است یک جای توصیه میکنیم که مستلزمات آهن جذبش زیاد میکنه یا کلسیم ترجیحاً با شیر تجویز میکنیم که جذبش و یا تاثیراتش توان باشید زیاد میشه و بعض دواهای ما هم هست که چون تاثیرات مخرش و سوی بسیار زیاد است وقتی که شما با میده خالی و یا با شکم گرسنه یا را بگیرین ممکن است بالای میده آسیب مخرش داشته باشه و سوی را تشدید بکنه و یا را کشش میکنیم بگویم که بعد از غذا بگیرن بله خب دکتر صاحب در رابطه با داروهای زرقی اگر صحبت بکنین چون در ماه مبارک رمضان داروهای مصرفی را نمیتونیم استفاده کنیم سوال خیلی بجا چون ما گفتیم یکی از توصیه های ما به پیش و یکی از تعدیلات ما در انگام رمضان پیش است که ما دوایشان از شکل خوراکی به شکل زرقی بله. تبدیل میکنیم با استفاده از اینمی تعدیل و اینمی گزینه ما چند فایده میکنیم یکی از که ما عوارض جانبی و عوارض سوی دواهای خوراکی را بالای میده و بالای سیستم حازمه کم میسازیم از طرف دیگه روزی مریض ما را بله. کدام آسیب نمیزنیم و مریض بسیار با راحتی میتونه هم روزی خود بگیره بدون اینکه که دوا مصرف بکنه و از طرف دیگر امی دوا را بش... وقتی که به شکل زرقی استفاده میکنه این امو تأثیرات دوای خوراکی به وجود میاد بله. ولی این در همه موارد صدق نمیکنه یک تعداد دوایی است که موارد جانبیش بالای میده و بالای سیستم آزمه چی از شکل زرقی و چه شکل خوراکیش یکسان است خصوصا دواهای مسکن مثل دیکلوفینک مثل پیروکزیکامینیا چه شکل زرقی شرقیش بگیریم چه شکل خوراکیش عین تاثیرات را بالای سیستم آزمه وارد میکنه بله بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب بیننده های عزیز یک وقفه خیلی کوتاه داریم دوباره برمیگردیم دوباره برگشتیم عزیزان بینیده و برنامه همچنان ادامه داره دکتر صاحب با ما هستن و صحبت های ما را ادامه میدیم خب دکتر صاحب اشخاصی که در کل مشکل میده دارن یعنی مشکل میدهشان تثبیت شده است آیا روزه بگیرن نگیرن چی کار باید بکنن؟ قسمی که قبلا هم اشاره دیده این مورد داشتم بله کسایی که مشکل میدهشان تثبیت شده و تشخیص شده است مثلا قرهی میده یا زخم میده دارن یا عدم تحمل بعض مواد غذایی خاص را دارن و یا هم مشکلات سوی آزمی مثل قبضیت، اسهالات، درد میده، دلبدی، استفراغات و از قبیل شکایت دارن بله. و این مشکلشان از آدرس یک مشکل میده که از قبل تثبیت شده است یا توسط ماینات اندوسکوپی یا توسط تثبیت انتانش میده یا اچ و یا توسط استفاده دواهای زیاد آسیب بر میده از ای افراد رسیده باشه این افراد قسمه که گفتم اینی افراد را ما یک سلسله تغییرات در شیوه تداویشان و همچنان در شیوه استفاده از داروها پیش از یا انجام میتیم که با ای هم مشکلات میدیشان کمتر باشه و هم روزه بگیرن و هم دوا استفاده بکنن بله. مثلا افراد که از افراز زیاد اسید یا تیزاب میده انجام میبرن ما قبلا هم گفتم که یاره ترجیحا با استفاده بعض از دواهای پایین آورنده اسید میده می مثل این امپرازول که ما در بازار زیاد معمول است یا رو برشان تجویز بکنیم بر علاوه که مشکل اساسی میده شانت می میکنیم اگر انتانش پایلوری باشه انتانیش بایلری شد میکنیم و ترجیحا از رژیم استفاده میکنیم که یک مرتبه یا دو مرتبه استفاده شوه و میدی و دو دوایی که استفاده میکنن در انگام سهری و افتار استفاده بکنن و در جریان روز و روزیشان هم خدای نکرده آسیب نبینه مورد دیگه ای است که در شرایط که مشکل میدی از یا خدای نکرده قرحه است یک مشکل بسیار جدی است که بره به طرف اختلاف تو و بره به طرف پاره شدن و بره به طرف خون خوندی شدن و بعض اختلاطات دیگه و منتن شدن جنجال هایی که متاقب از او وجود می اینجاست که باز ما اول مشکل میده از ای آدم را حل می اول چون این مورد یک مورد حیاتی است بعد از او در مدت که یه فرد روزه خود افتار کرده وقتی که صحت یاب شد های خود پس بگیره ولی در کل اکثرا ما گفتم رمضان یک اندازه مشکلات سوی را ممکن است به وجود بلی. بیاره ولی ای یک بحانه خوب نیست بریزی که ما روزی خود افتار بکنیم میشه بسار با اندک تعدیل در مواد غذایی ما و یک سلسل استفاده از یک سلسل دواهایی که آسی پایین میاره ممکن است این مشکل را برای تیل بسازه بله زیاد تشکر دکتر ساب خب آیا هم افراد میتونن داروهای میدر استفاده کنن یا بعض از خوش اشخاص که مریض است؟ سوال بسیار خوب است هر فرد که روزه میگیره ضرور نیست که دوای میده استفاده بکنه بله. چون ما گفتم با بسیار مشکلات عدیدی میده که ما در جنرال روزه مواجه میشیم یا در جریان رمضان مواجه میشیم ممکن است براحتی سازگاری داشته باشیم ممکن است این در براحتی تحمل شود می سوی به براحتی تحمل شود به او خاطر ضرور نیست که ما به پیش هر فرد دوای ضد اسید یا پای نورنده اسید تجویز بکنیم یا دوهای میده در کل تجویز بکنیم خب ترجیحاً پیش افراد تجویز میکنیم که اینمی مشکل سوی آزم اینمی درد میدهشان به اندازه شدید شود که یارا مانع شود در انگام برخوردها و شرایط که در زندگی در روزمره مواجه میشه اینمی را مانع شود برخوردها اجتماعیش ش مانع شود مانع باشه برای کار کردنش برای حتی همی روزه را رو تحملش برش مشکل باشه پیشیزی افراد باز دوای میده رو تجویز میکنه بله تشکر دکتر صاحب حالا اگر روی مریضان شکر صحبت بکنین که رژیم غذاییشان باید چگونه باشه و همچنان داروهایی که مصرف میکنن باید چگونه داروها رو مصرف کنن سوال بسیار خوب چون بله. تداوی مریضای شکر در سه محور متمرکز است بخش اولش دواهاست بخش دومش رژیم غذاییش و بخش سیومش فعالیت فیزیکی پیش افرادی که از شکر یا دیابت رنج میبرن وقتی که ماه رمضان فرا میرسه اولین کاری که میکنیم اول باید سوی شکر زیاد رو تعیین بکنیم یک معاینه ترجیحاً قبل از شروع رمضان در مجرد که یعنی رمضان به یک یا دو روز آینده شروع میشه ماین این شکر اجاره در حالت گرسنگی ارزیابی میکنیم ببینیم که سوی قند خون اجاره در کدام حد است باید. تا به بر نظر به هم رژیم غذاییش هم فعالیت فیزیکیش و هم دوایی که سبب پایین آوردن قند خون اجاره میشه تنظیم بکنیم ما معمولا دو نوع دیابت داریم دیابت تایپ یک و دیابت تایپ دو چون تداوی پیش از افراد فرق میکنه پس رژیم غذایی و موتور تعیین دوز دوایی پیش از افراد فرق میکنند در تایپ یک ما معمولا از انسولین استفاده میکنیم به شکل زرقی در تایپ دو معمولا از دواها و از تابلت هایی که سوی قند سوی قند خون پایین میار استفاده میکنیم پیش از افراد قسمه که گفتم اول به مجرد رسیدن رمضان یک معاینه قند خون از انجام میدیم که ببینیم سوی قند خون از در کدام مرحله و کدام لیول است بعد از او با توجه به می سویه ما هم رژیم غذایی از رو تنظیم میکنیم و هم دوایشان رو تنظیم میکنیم هم فعالیت فیزیکی از رو محدود میکنیم بله. و خاطر که یک فرد که روزه میگیره ممکن است گفتم یک وقفی طولانی مدت را میدش خالی باشه کالوری از بدنش کاسته شود و حسابی قند خونش افت بکنه وقتی که ما دوا را میتیم به ممکن است اینی مشکل به شکل بالقوه زیاد بکنیم به او خاطر پیش از افراد که دوا را یک مقدار تعدیل میکنه ممکن است پیش افرادی که سوی قند خونشان به مجرد رسیدن رمضان افت میکنه دوز دوایی را پایین بیاریم رژیم غذایی را اندازه بلند بکنیم فعالت فیزیکی را محدود بکنیم با این میکانیزم البته این مورد در همه افراد فرق صدق ما میکنم پیش افراد مختلف ما برخورد مختلف میکنیم ممکن است یک فرد را دوز دوایش زیاد بکنیم رژیم غذایی کم بکنیم و فعالیت فیزیکی را اگر زیاد بکنیم برعکس پیش فرد دیگری که می پیش ما قند خون شفت کرده پس رژیم غذایی را کم بکنیم ببخشید دوز دوایی کم بکنیم رژیم غذایی را زیاد بکنیم فعالیت فیزیکی تا زیاد بله بسیار زیاد تشکر دکتر سایم خب غذای مناسب در هنگام افتار و سهری کدام هست یعنی نزد کسایی که مشکل خاص صحی نداشته باشه بسیار خوب در جریان رمضان سیستم حازمه در امی وقفه طولانی که ما 8 تا 16 ساعت غذا نمیخوریم نظر به می جغرافیایی که در هر کشور فرق میکنه ممکن است میده ما خالی باشه و یک اندازه تکمش بکنه و یا خود خرد بکنه به این معنی که وقتی که میده خرد شد یعنی ظرفیتش برای حزم مقدار غذای کمی که در میده جای میشه اونو مقره پیدا میکنه وقتی که شما وقت افتار گرسنگی به اوج خود میرسه به اوجش میرسه ممکن است به بسیار مقدار کم غذا احساس سیری بکنین ولی باز ما با این تکافو نمیکنیم خصوصا وطن عزیزی ما وقتی که افتار میکنن بر علاوه که مو مقدار نیازه که بر حضم و جذب در میده لازم است او غذا را میگیرن حتی از او کدر بیشتر میگیرن با این کار ما میده را یعنی بیشتر از کارش به وظیفه سوق میتیم که ممکن است بعضی از عوارض جدی ناشی از زیاد خوردن یا پرخوری به وجود به کنوم احساس کسالت از سردردی است یا پایین آمدن قند خون از کور به نام پست پراندیل هایپوگلیسیمی یا, یا افت قند خون به شکل آنی خصوصا بعد از گرفتن غذاهای بسیار پر کالوری پیش بعض افراد به وجود میاد حالا آمدیم سر سوال شما که کدام غذا رو خیلی پس ما در افطار بگیریم پیش افراد معمولی که مشکل میده و سویازمیشان کم شد ما یک غذای رو ترجیح میتیم در افتار که اول مر... ترکیب و مرکب از تمام محتویات غذایی باشه هم پروتین داشته باشه هم شم داشته هم کاربایدریت داشته باشه و ترجیحا همراه با مایات کافی غذا رو باید بگیریم چون در جریان رمضان روزانه که ما غذا نمیگیریم آب نمیگیریم ممکن این مقدار زایات زیاد, زیاد رو داشته باشیم که بخاطر از اینکه نمیره معاوضه بکنیم بر علاوه که مقدار مواد غذایی کافی میگیریم مایات زیاد هم بگیریم بازم اما نقطه را اشاره می کنم کسایی که عادت دارن و پرخوری کسایی باید. که عادت دارن زیاد غذای پرکالوری رو به مقدار زیاد میخورن یا با یک تعدیل بسیار آسان یا می در رژیم غذایی خود در انگام افتار سبزیجات ترکاری با و میوه تازه را اضافه بکنن همراه با مایات کافی و یک مقدار غذاهای پرکالوری مثل گوشت و غذاهای بسیار شیرین یارم میتونن استفاده بکنن و ترجیحاً یا مقدار کم غذا را در وقت افتار بگیرن و به مجرد که یا احساس سیری کردن غذا را توقف بدن چرا؟ در انگام افتار نظر به روزهای دیگره که غیر رمضان است به مقدار بسیار کم غذا ما احساس سیری میکنیم به مجرد بله. که احساس سیری کردیم ممکن است شما غذا را توقف بدن در شرایطی که یک ساعت یا دو, دو ساعت بعد و احساس گرسنگی میگین به مقدار بسیار کم غذای دیگه هم دوباره تناول بکنیم و این مشکل و می آرزه را از بین میبرین ولی از غذا خوردن فوق العاده زیاد خصوصا او هم که ما در افغانستان زیاد معمول است در وقت افتار غذاهای بسیار پر کالوری و شب غذاهای بسیار چرب بسیار شیرین تهیه میکنیم و گرفتن این مقدار غذا در شرایطی که میده یک مدت طولانی استراحت بوده بر حزم و جذب و ظرفیت کافی را نداره و مشکلات از قبیل کسالت، خستگی، سردردی و افت قند خون به شکل آنی ممکن است به شما بوجود بیاد. بسیار تشکر دکتر صاحب بسیار معلومات عالی و دقیق تشکر از اینکه امروز در برنامه تشریف آوردین و بر ما وقت گذاشتین جهان سپاس خوش میکنم سلامت باشین اگر درخور در پیام داشته بشن. پیام می است که در جریان رمضان ما همو قسم که سیستم هاضمه خود استراحت میتیم ما کوشش بکنیم و میره تمرین بکنیم که کمتر غذا بخوریم تحمل گرسنگی بر ما ساده تر شود چون این ما مای دستگیری و کمک است ممکن است در اطراف ما تعداد زیاد اینمی روزگار این مدت طولانی تجربه بکنن بله. ما شاید 800 900 تا 16 در نظر به بعضی جغرافیا و بعضی ساعات روز در کشورهای مختلف احساس گرسنگی بسیار جزئی میکنیم بعد افتار میکنیم بسیار راحت میشیم ولی بله. یک تعداد افراد ممکن است اینمی زندگی و اینمی سناریو به شکل طولانی مدت در زندگیشان اتفاق بفته به او خاطر رمضان یک تجربه خوب است هم برای که ما آگاهی پیدا بکنیم از اطراف خود از محیط خود که مردم در چی وضعیت قرار دارن و هم از طرف است که خوب است ما تمرین گرسنگی بکنیم که اون موارد مورد پرخوری پیش ما کم شود و مورد غرور و تکبر و به حساب مواردی که میتانه نفس ما را تغذیه بکنه او را حساب اندازه کافی سرکوب بکنیم حس بکنیم که ممکن یک روزگار بیایی که شاید مدت طولانی گرسنه نباشیم و این خوب است هم هواهای نفس ما پایین می و هم روحانیت ما بالا میره زنده و سلامت باشین دکتر سفر بیننده های عزیز ای بود داشته های امروز برنامه ما که دکتر صاحب جمال زکی متخصص داخل عمومی در رابطه به نحو استفاده داروها در ماه مبارک رمضان صحبت های بسیار عالی داشتن انشالله که برتون مفید تمام شده و همچنان مورد استفاده تان قرار بگیره تا برنامه بعدی که باز ما عدیه نصرت در خدمت شما قرار می گیرم شما را به خداوند پاک و بینیاز سپارم خدا حافظ و دوباره برگشتیم بیننده های عزیز و برنامه همچنان ادامه دارد دکتر صاحب جمال زکی در رابطه به نحو استفاده داروها بر ما در ماه رمضان معلومات میده و همچنان صحبت های ما را ادامه میدیم خسته باشین دکتر صاحب لطف کردین تشکر خب دکتر صاحب کسانی که مریضانی که مشکل میده دارن اینا چیگونه از داروها باید استفاده کنند قبل از که در این مورد صحبت بکنم اکثرا از ما سوال میشه که آیا درد میده یا سوی آزمه با خوب است برای نگرفتن روزه بله چرا وقتی که ماه رمضان فرا میرسه خصوصا در کشور، در کشورهای روبه انکشاف مثل افغانستان که بهداشت آب و غذا سعی رعایت نمیشه یک مشکل عمده اینی مشکلات سوی از آدرس مواد غذایی است به او خاطر شما وقتی که یک وعده غذایی را حذف میکنین و مدت طولانی با میده خالی و گرسنگی سپری میکنین ممکن است یک سلسله تغییرات در سیستم هاضمه شما با وجود به ممکن است مشکل سوی هاضمه زیاد و ممکن است مریضا از درد میده شاکی باشن اول بیره ما باید بگویم که همه مریضا و هم افراد که سوی دارن از درد میده رنج میبرن یا بله. یا نباید توصیه افتار روزه پیششان صورت بگیره یا یا نباید روزه خود افطار بکنه پیش از این افراد با توجه به دواهایی که امروز در مارکت و بازار وجود داره این مشکلشان هم ممکن زیر نظر یک دکتر داخل با آسانی حل بسازیم حال آمدم در قسمت سوال شما که ما پیش افراد که مشکلات میده داره کدام دواها را توصیه بکنیم این بسیار مورد خوب است سوال بسیار بجا به خاطر وقتی که ما دواها را پیش افرادی که سوی دارن یا مشکلات اسید میده دارن یا میده شان زیاد است و با گرفتن دوا مشکل ممکن است زیاد شود و خصوصا افرادی که چندین دوا را همزمان استفاده میکنن و یک مریضی مزمن دارن و چندین سال است که زیر تداوی و دارو دواستن این افراد را ما با تجویز بعض دواهایی که همزمان با دوای اساسی و اصلی مرضشان خصوصا دواهایی که سوی اسید پایین بیاره اینمی عوارض جانبی بالای میده و سویازی میشانه کاهش بتیم از طرف دیگه افراد که واقعا مشکل میدهشان جدی است واقعا بعض از امر... اختلاطات از آدرس امراض قرهوی میده پیشن به وجود آمده مثل خونریزی های میده مثل تسقب یا سرخ شدن زخم میده یا مثل تحول به طرف سرطان یا رو ما به شکل بلقوت تداوی میکنیم کنیم بله. و هم قسم است که حتی در شرایطی که ما در اول هم گفتم یک از توصیه دکتر سبه اینمی است که وقتی که مریض مشکلش واقعا جدی باشه وقتی که مریض نتانه روزه رو تحمل بکنه و مشکل حاد میده پیشش به وجود بیه اینی افراد کسای هستند که نظر به مور واید فقهی ما میتونن روزه خود افطار بکنن وقتی که ساعتیاب شدن باز دوباره تعداد روزایی که افطار کردن را قضا بیارن بلدی. و در کل همه مریضایی که مشکل میده داره ما با بسیار دواهایی که امروز در بازار وجود داره بسیار با آسانی مشکلشان را حل بکنیم ولی که یک تعداد مریضه هستن که اگر مشکل میدهشان حاد و جدی باشه افتار روزه برشان توصیح میکنیم بله دکتر صاحب پس کسانی که مشکل میده دارن باید از کدام غذا استفاده کنن که مشکلات هاضمه و سوی هاضمه اذیت شدن سوال خیلی بجا در مورد غذاها و ارتباطشان با سوی هاضمه و با وجود آمدن مشکلات میده کدام اتفاق نظر و یا کدام مطالعه قوی که لست بکنه غذاها را که سبب به وجود آمدن سوی میشه و سبب به وجود آمدن مشکلات میده یا درد میده میشه وجود نداره شما ما دکتر صاحب و دکتر صاحب وقتی که با مریض ها مواجه میشن به شکل فردی با این مسئله برخورد میکنن چرا ما چندین بار این اتفاق افتیده که وقتی مریض به شما مراجعه میکنه یک مریض از آدرس یک غذا شاکی می باشه یک مریض از آدرس یک غذا دیگه شاکی میباشه یک مریض مریض دیگه که می اینمی غذاها رو بسیار خوب تحمل میکنه به او خاطر پیشی افراد ما به شکل انفرادی برخورد میکنیم به این که ما از یا سازگاری میدهشان در مورد غذاهایی که یا استفاده میکنن میپرسیم که با کدام غذاهای وقتی که یا تناول میکنن استفاده میکنن یا میدهشان و یا سیستم آزمیشان سازگاری داره و با کدام غذاها ممکن است مشکل میده و سوی آزمی از زیاد تشدید شود بله. و ترجیح در رمضان غذاهایی که میده نیمی افراد به او سازگاری داره او را بیشتر توصیه میکنیم و غذاهایی که مشکلات میده زیاد میکنه محدود میسازیم قسم که من در اول هم اشاره کردم گفتم رمضان یک ماه است که یک اندازمی شیوی زندگی ما را متغیر میسازه و تو رژیم غذایی مارم. ما در رژیم غذایی مارم. ما در رژیم غذایی یک سلسله تعدیلات میاریم تعدیلات به این معنی نیست که وقتی ما افطار میکنیم فوق قلاده زیاد غذا بخوریم که بعدش امو میده و سیستم آجمی ظرفیت حضم مقدار غذا را نداشته باشه و یا هم در هنگام سهری فوق العاده مایات و غذا زیاد بخوریم که بس امو در جریان روز سیستم آزمه ما خسته باشه درست است که ما یک مد... مدت طولانی در در گرسنگی سپری میکنیم بالی. و با میدی خالی سپری میکنیم و حتما به این گپ که ما فوق العاده در وقت افتار و در سحری غذا بخوریم که باز ظرفیت سیستم هاضمه به اندازه نباشه که باز این مقدار غذا را هضم و جذب بکنه بالی. پس بهترین توصیه پیشیزی افرادی است که غذای خود در جیان رمضان تعدیل بکنن و چی مانا؟ ما کوشش میکنیم بازم این مورد میگیم غذاهایی که میده افراد سازگار است به شکل انفرادی پیش هر کس فرق میکنه یک نفر غذاها سبزیجات و ترکاریبا و بسیار خوب تحمل میکنه در حال که فرد دیگه از آدرس زیم غذاها شاک... شاکی می میباشه وقتی که میگم ترکاریبا و میخورم میدیم سویازی می بسیار زیاد میشه پیش از افراد ساده ترین کار نمی است که غذاهایی که با میدهشان سازگاری داره یا را در جیران رمضان بیشتر توصیه میکنیم و غذاهایی که میده از یا را آسیب میزنه سویازمه را پیشون تشدید میکنه یا را محدود میکنیم غذاهای را وعده های غذایی را در سحری و در افطار تعدیل میکنیم کوشش میکنیم که وقتی افرادی که به پرخوری زیاد عادت دارن و نمیتونن جلو خدا بگیرن یا را با یک سناریوی دیگه این مشکلشان حل میکنه میگه مقدار کم غذا رو وقتی که افطار کردی بخو ممکن یک ساعت بعد دیگه وقتی احساس گرسنگی پیشت پیدا شد باز با مقدار کم دیگه با مقدار کم غذا دیگه خود بدرقه بکو و همین مورد رو میتونی تا انگام استراحت چار پنج مرتبه انجام بیدی و در سهری هم یک غذایی که حجمش کمتر باشه ولی کالوری بیشتر تولید بکنه خصوصا غذاهای شیرین و خصوصا غذاهایی که گلوکوز و کربوهیدرات زیاد داره ترجیحا استفاده شود بله دکتر صاحب پس داروهای معقول که در جریان ماه رمضان استفاده میتونیم کدام ها است اگر معلومات بتیم؟ سوال بسیار خوب به خاطر وقتی که ما از داروهای معقول حرف میزنیم در کل داروهای معقول در یک کتگوری یا یک لست که چند خصوصیت داشته باشد بله. چی در رمضان چی در غیر رمضان داروهای معقول داروهای است که اول از نظر قیمت ارزان باشه بله مورد دومی است که قابل دسترس باشه شما بدانند به آسانی از داروخانه از داروخانه های اطراف شهر به آسانی به دست مورد سیومی است که داروها عوارض جانبیشان کمتر باشه مورد چهارمی است که تاثیراتشان یعنی مزیتشان یا فایدهش بسیار زیاد باشه اینی دوا ها دوای معقول اینی می دوا وقتی که شما در جریان غیر از رمضان استفاده میکنین وقتی در قالب رمضان بیارین با یک سلسله تعدیلات که ما قبلا به اشاره کردم میتونیم می نمی دواها همی که ما زیر انوان دواهای استفاده کردیم در رمضان هم استفاده بکنیم بله دکتر صاحب در رابطه با تجویز داروهای زرقی صحبت کردید آیا این داروها شکننده روزا می باشند یا هم خیر بسیار سوال خوب گرچه این سوال اک... یک سوال فقیه است بله. یک سوال اختلافی است پیش علما ولی اکثریت به اتفاق نظر هستند گرچه من از جایگاهی که من حرف زنم می, زن می جرات نمی کنم که در این مورد صحبت بکنم که آیا دواهای زرقی شکننده روزه هست یا نیست ولی من هیست یک شهروند و من هیست یک دکتر که وقتی در مواجهه با مریضا که سوال همیشه هست بپرسان میکنن که آیا دواهای زرقی شکننده روزه هستن یا نی با توجه به مطالعاتی که صورت گرفته و با توجه به اتفاق نظر علما در این مورد این نظر وجود دارد دواهای زرقی که سبب تولید کالوری در بدن نمیشن مثل آنتی بیوتیک مثل دواهای مسکن ضد درد مثل بعض دواهایی که بر بعض امراض مزمن مثل دیابت یا استفاده میشن تجویز از یا در جریان رمضان یا یعنی نشکنندی روزه نمی باشه و کدام اشکال را برای روزه از این افراد به وجود نمیره بله. برعکس دواهایی که به شکل تقویتی استفاده میشن و دواهایی که سبب تولید انرژی و کالوری در بدن میشن مثل ویتامین ها، منرال ها، بعض سپلمنت های غذایی مثل گلوکوز یا وقتی که در قالب مواد زرقی در بدن تزریق شوند یا ممکن است سبب آسیب روزه ماشه بله بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب بیننده های عزیز حالا هم یک وقفه خیلی, خیلی کوتاه داریم دوباره برمیگردیم